بینندگان عزیز سلام، با مجموعه برنامه تغییر ساختار اقتصادی یا خلعیت از مردم ایران در خدمت شما هستیم. در دو برنامه گذشته با هم دیدیم که خامنه‌ای برای مقابله با خفگی اقتصادی رژیم دست به تغییراتی در ساختار بودجه 99 زد. نگاه هم کردیم به مهمترین سرخطهای این اصلاحات از اسناد رسمی رژیم. حالا در این قسمت می‌خوایم نگاهی کنیم به سابقه این اصلاحات ساختاری. اصلاح ساختار بودجه که هدفش تامین کسری بودجه از جیب ملت است، یک موضوع خلق الصاعه یا ناشی از وضعیت تحریم‌های دو ساله 97 تا 99 نیست. این یک طرح بلند مدت اقتصادی است که خامنه‌ای از سال 1370 شروع کرد. این طرح در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد. در دوران خاتمی با بوق و کرنای مماشاتگران غربی ادامه پیدا کرد. در دوران احمدی نژاد به خصوص در سال 84 با ابلاغیه مربوط به اصل 44 قانون اساسی و با تفسیر آن توسط خامنه ای درباره تغییر نظام مالکیت ها و تاکید روی خصوصی سازی و کوچک کردن دولت اوج گرفت. و الان هم در دوران روحانی با دستور شخص خامنه ای آخرین مراحل آن در حال انجام است. طرحی که البته از مماشاتگران غربی دل برده و از مردم ایران زهره. خب حالا آخوندها چی کار دارن میکنن؟ بیاید کمی از قضایا فاصله بگیریم و به عقب برگردیم. وقتی ماشین و سیاست جنگی خمینی به دست مجاهدین در هم شکست، رژیم برای ادامه بقای خودش از سالهای اول دهه 70 تا امروز یک خط ضد مردمی و استعمار پسند رو در ساختار اقتصادی کشور به اجرا گذاشت. حالا هدف از این خط چه بود؟ مرور بخش‌های کوتاه از پیام تاریخی رهبر مقاومت در سال 77 در شروع این بحث کمک کنه. اما واضحه که با شکلک‌های ضد امپریالیستی و نعره‌های قدس از طریق کربلا نمیشه مسائلی مثل گرانی، بیکاری، محرومیت‌های اجتماعی، بهداشت، درمان، مسکن و فاصله افزاینده طبقات اجتماعی رو حل کرد. اینجا بود که خمینی به استراتژی حفظ نظام، حفظ رژیمش از طریق بست یعنی توسعه طلبی روی آورد، چون که رژیم خمینی به خاطر طینت ضد تاریخیش، به خاطر اینکه نمیتونست در هیچ یک از الگوهای توسعه اقتصادی اجتماعی رو به جلو حرکت بکنه، الگوی خاص خودش رو که بنا شده بر حفظ نظام با بست و توسعه طلبی خارجی در پیش گرفت. رهبر مقاومت در اون پیام اشاره کردند که بعد از اینکه استراتژی حفظ نظام با بست و توسعه طلبی توسط ارتش آزادی بخش شکست خورد و رژیم مجبور به پذیرش آتش بس شد، در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی و با پذیرش خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، آخوندها تلاش کردند برای حفظ حاکمیت نظام مادون سرمایه‌داری خودشون رو به سرمایه‌داری وصل کنن. به همین علت هم بود که رفسنجانی یک شبه لباس اعتدال پوشید و واگذاری صنایع و زیرساخت‌ها در قالب خصوصی سازی به مقامات خودشون شروع شد. بعد هم سپاه رو وارد فعالیت‌های اقتصادی و بانکداری و پروژه‌های ساخت و ساز کردند که البته از همین ماشین آلات مهندسی دوران جنگ هم بهره برد. رژیم آخوندها در نتیجه دنبال کردن این خط اقتصادی خیلی زود وارد بحران اقتصادی شد. به دنبال آن برای خروج از بحران اقداماتی انجام داد که به زیرساخت‌های اقتصادی کشور ضربه بیشتری وارد کرد. آنها بر روی پسندازهای مردم در نظام بانکی چنگ انداختند.
تولیدات را به طور نسبی تعطیل کردند و واردات را جایگزین آن کردند. و در گام بعد با ایجاد مناطق آزاد تجاری، قاچاق سازمان یافته واردات را وارد عرصه اقتصادی ایران کردند. نتیجه این خط به طور خلاصه از این قرار بود: خصوصی سازی یا به عبارتی خصولتی سازی، غارت پسندازهای مردم، فروپاشی تولید صنعتی به نفع واردات، ایجاد مناطق آزاد تجاری به عنوان سرپل‌های قاچاق دولتی. آیا پل زدن از یک ساختار اقتصادی مادون سرمایه‌داری به نظام سرمایه‌داری جهانی عملی بود؟ یعنی آویزون کردن عبای ولایت فقیه به تناب سرمایه‌داری جهانی، حتی با دو تا چارتای صرفاً سوداگری هم آیا شدنیه؟ امکان پذیره؟ مسعود رجوی، 22 بهمن 77. آخوندهای حاکم قادر نیستند با حفظ ساختارهای سیاسی خود، یعنی رژیم ولایت فقیه، اقتصاد تحت حاکمیتشان را چنان که می‌خواهند به سرمایه‌داری جهانی متصل کنند. نه تمدن بزرگ شاه و نه تمدن عظیم رفسنجانی و نه گفتگوی تمدن‌های خاتمی به جایی راه نبرده و نخواهد برد. پاسخ روشنه. لیبرالیسم اقتصادی بدون لیبرالیسم سیاسی رؤیاییه که هم باعث ویرانی اقتصادی و هم سقوط سیاسی خواهد شد. رهبر مقاومت در همون پیام لایحه بودجه خاتمی رو لایحه ورشکستگی و غارت نامید و به پیامدهای ویران کننده اون اشاره کرد. کسری بودجه معادل 3600 میلیارد تومان با احتساب دلار 475 تومان در سال 77 معادل 7.5 میلیارد دلار. استقراض بانکی معادل 7820.4 میلیارد ریال. افزایش 54% مالیات ها برای تامین کسری بودجه. گران کردن قیمت اجناس. انهدام ثروت های ملی و به تاراج دادن نفت با قراردادهای بایبک. انهدام کشاورزی. نابودی منابع آب استراتژیک کشور. افزایش 80% فقیران شامل دستمزد بگیران. بیکاری 40% نیروی فعال کشور. اخراج 400 هزار نفر از کارگران کارخانه های کشور. مهمترین پیامد اون سیاست اقتصادی این بود که ثروت‌های بادآورده به جیب پاسدارها، آخوندها و دیگر مقامات رژیم رفت و در کنارش اکثریت مردم ایران در ورطه فقر فرو رفتند. این سیاست در ورطه اجتماعی باعث پیدایش یک طبقه حاکمه جدید در شکل و محتوا به مفهوم کلاسیک اون شد. رهبر مقاومت در همون پیام به اصل مطلب اینطور اشاره میکنه: تا این رژیم هست هیچی حل نخواهد شد. نه شاه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه خامنه‌ای، هیچ یک، هیچ کدوم نتونستند و نخواهند تونست در الگوها و استراتژی‌های ارتجاعی و وابستگی‌رایانه ایران را از مدار عقب ماندگی بیرون بکشند. به عکس، بر عقب ماندگی می افزایند، چون که خودشون، دقیقا خودشون، نخستین مسئولین فاجعه هستند. در رژیم آخوندها و هر فرد و جریان و سیاستی که بخواد اون رو حفظ بکنه هیچ راه حلی پیدا نمیشه برای انبوه مصائب ملت ایران. هیچ راه حلی متصور نیست. تا این آخوندها بر سر کارند، کمترین قدمی برای کم شدن از ابعاد چپاول، ابعاد ویرانگری و غارتگری برداشته نخواهد شد.
همچنین به وجه تفاوت ماهوی برداشت‌های نظری و اقدامات عملی مجاهدین با دیگر نیروهای سیاسی اشاره می‌کند. پیشرفت و توسعه اقتصادی، اون هم توسعه پایدار، متصور نیست بدون برقراری آزادی، بدون حاکمیت مردم، بدون عدالت، بدون دستگاه سالم قضایی، غیر ممکنه. این نکته طلایی خط فاصل بین مجاهدین و فرصت طلبان سیاسیه که در طول این چند دهه چوب نظرات انحرافی، غلط و ناصادقانه خودشون رو خوردند و از صحنه سیاسی ایران حذف شدن. حالا سوال نهایی اینه که چه چیزی در پیشه؟ پاسخ اینه که تغییرات ساختاری در بودجه و اقتصاد، اون هم با چنین محتوایی، حتی اگر برجام و مناسبات استعماری ناشی از اون هم دوباره زنده بشه، نمیتونه رژیم رو از بحرانهای تشدید شوندش نجات بده. وقتی تمامی قدرت و ثروت یک سرزمین رو به انحصار یک اقلیت چند درصدی در میارن، این دیر یا زود راه به انقلاب میبره. از همون دهه 70 تا همین امروز این خط بارها با قیامهای شدید مردمی روبرو شد. رضا در وضعیتی که رژیم تمامی اقتصاد ایران رو به نفع خودش مصادره کرده و هر امکانی برای اصلاح رو از بین برده، دیگه حتی اینکه حمایت‌های خارجی رژیم هم چه سمت و سوی بگیرند، بر وضعیت انقلابی در ایران تأثیرگذار نیست. مبنای وضعیت فعلی مناسبات مردم و دیکتاتوری حاکمه که پس از قیام‌های 96 تا 98 فصل جدیدی در اون گشوده شده و البته در این مقطع مجاهدین هم از محاصره رژیم در عراق خارج شده و بعد از هجرت بزرگ نقش سیاسی خودشون در اعماق جامعه ایران رو باز یافتند. با ما در ادامه این سلسله برنامه ها همراه باشید. خدا نگهدار.